با سر و درود احترام خود هموطنانم در جای جهان و دنیا، روزا و ساعت خیلی خوبی است. حالا با هم گوش کنید. جمهوری اسلامی حالش خوب نیست، نه تنها در اقتصاد که سیاست، اخلاق و فرهنگ هم حال خوشی ندارند. دستگاه آلوده به انواع فسادند. روزنامه جمهوری اسلامی اینکه تش رسوایی بعضی مسئولان کلید فرهنگی به دلیل انحراف جنسی از بام میافتد، نشانه ناخوشی اخلاق و فرهنگ جامعه است. و اینکه بعضی از مسئولین اجرایی مرتکب اختلاس و رشوه و پولشویی میشوند، به دولت مدان پیام میدهند که حال سیستم حکمرانی خوب نیست. از پرونده فساد دستگاه متعلق و مرتبط به حکمرانی عام که بگذاریم، حتی مجموعه های غیر دولتی و شبه دولتی نیز آلوده به انواع فساد هستند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت حال کشور خوب نیست. این فقط اقتصاد نیست که ناخوش است، سیاست، اخلاق، فرهنگ هم در حال هم حال خوشی ندارند. قرار بود فسادی از عملکرد انحرافی دولت‌های نهم و دهم گریبانگیر جامعه بیجده در دستگاه دولتی و شبه دولتی شده بود، در دولت 13 طبق وعده‌های دولت مردان کهنه که دادن رو شکر شدن. و خبرم دارم دوستان که زیادی نکرده باشم، بالغ بر 60-70 هزار خانواده آخوند از ایران توی چند روز خارج شدن و دارن خارج مرتب خارج میشن، به اسم عربه، به اسم هرچی هست، دارن میرن و میرن عراق، خیلیشون رفتن موندن و الی آخر. نخستین واکنش کره جنوبی توافق ایران آمریکا و ایران. بله، خبر است خلاصه که این پولی که میخوان آزاد بکنن که آزاد استان خان با گروگان ها گفتم بخش نقشه چیز داره، بخش تبلیغاتی داره که آره ما گروگان همون اهمیت قائلی، ولی قضیه نیست. قضیه است که لاشخورها این پول رو آوردن. آمریکا سفر قبلی که اومده اینجا طلبکار داره از کشور عربی، از این پول بر میداره همونجا بره خودش، از کره خارج میکنه، تو جیب خودش میخواد بکنه. شاید از 6 میلیارد بین 500 تا 1 میلیارد داره، شاید اونم مواد غذایی و نفت در برابر به صلاح غذا بخواه انجام بدن بدن. شاید باقیشون شاید نکنه، چون اینا اصلا باشه اهمیت نداره. آمریکا هیچ کشوری، هیچ ملتی باشه اهمیت نداره. وقتی اینجوری هست یک صوتی براتون میزنم، خیلی صوتی جالبیه و گوش کنیم چقدر جالب. رهبری گفته این رو میگم به خاطر شماها آشغال کلده ها، به خاطر شماهایی که به فکر کسی دیگه نیستید، فقط فکر خودتون هستید. و ببین چی جالب که قدر به سخنه، خیلی قشنگیه. بله، شما یک خمینی میشناسی یا چند خمینی؟ یعنی من شما آیت الله خمینی؟ بله، بفرمایید. زمان به اصطلاح پیروزی انقلاب یک خمینی میشناسم. از زمان پیروزی انقلاب و آرام آرام، خصوصا از بعد از آبان ماه که ایشون در سال 58 رسماً در قانون اساسی به عنوان رهبر شمرده شدن، حالا از بعد از انقلاب کم کم آیت الله خمینی با توجه به اینکه رهبر شده اینا ارتباط کم میشه. قبلش درس بود و بحث بود و مسجد بود و همه میدیدنشون. این ارتباط که کم میشه کلاً نابود کننده است. من منتقد جدی این بحث ها هستم که واسطه حفاظت و اینها ما ارتباط رهبرانمون رو با جامعه اینقدر محدود میکنیم. مگه امیرالمومنین رهبر جامعه نبود؟ مگه امام اول شیعیان نیست؟ مگه در اون زمان ترور نبود؟ پس چرا ایشون رابطهشو قطع نکرد؟ رابطه داشت به مردم، مسجدشون میرفت میمد، همه در دسترسشون بود. ما الان رهبران هم که به اصطلاح ارتباطاتشون بسیار محدود میشه، این اصلا کلا اینها رو عالم ذهنشون رو با عالم ذهن مردم متفاوت میکنه. اونا یه چیز دیگه در ایران میبینن، اینا یه چیز دیگه میبینن، اینا یه چیزی لمس میکنن تو زندگیشون، اونا فکر میکنن مردم یه چیز دیگه لمس میکنن. مثلا کلا دیگه این شخصی که رابطش قطع شده با مردم تقریبا نمیتونه رهبر مفید و موثری باشه برای مردم. امیرالمومنین در نهج البلاغه این رو به مالک اشتر میگن رابطه تو با مردم کم نکن و الا با تنگناهای مواجه میشه. میگن وقتی که مردم میان پیشه حاجب ها و این دربان ها اینا رو دور کن، بتونن راحت بیان حرفشون رو بزنن. ما حجاب رو گرفتیم، این اصول اساسی حکومت داری رو ول کردیم به امان خدا. امیرالمومنین به خاطر ترور اشکال نداره بره مسجد کشته بشه، به خاطر اینکه نمیخواد رابطش قطع شه. وقتی رابطه قطع شد دیگه تو انسان مفیدی نیستی.
و بخوای حفظ بکنی جانت رو. یه انسانی که مفید نیست چرا جانش حفظ بشه؟ انسانی که مفید هست برای جامعه باید جانش حفظ بشه. و وقتی رابطت بسیار محدود میکنی، رابطت تقریبا قطع میشه، اینجا یه انسان مفید هستن برای جامعه نیستی در جایگاه رهبر، در جایگاه کسی. خیلی قشنگه. میگه تو که بر جامعه بودی از تو حفاظت چی میکنن؟ ولی اینا حتی وضع پست مقام میگن اول از همه از جامعه فرد پرد میشن و چیز میشن. خدمت شدم که رئیس سازمان سنجش با تلف جلوگیری از افشای مدارک جعلی مقام های نظام خامنه‌ای برکنار شد. عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش، سازمان سنجش آموزش پس از اینکه حاضر نشد مدارک جعلی برخی از مقامات رژیم خامنه‌ای را پنهان کند، از مقام خود برکنار شد. مجلس انقلابی مورد حمایت خامنه‌ای به تازگی در استفساریه سازمان سنجش را از صحت سرسنجی صلاحیت قبول شدگان کنکور منع کرده است. در پی این استفساریه با تمام متقلبان کنکور از گذشته تا کنون نه تنها مجوز حضور در دانشگاه را خواهند داشت، بلکه مدارک جعلی آنها نیز مورد تایید قرار خواهد گرفت. پورعباس حاضر به اجرای این مسابقه نشد و با اعلام برکناریش تمام متقلبان گذشته و آینده کنکور به راحتی در دانشگاه پذیرش میشن. صحبتش گوش کنیم. بپرسم که چرا باید پیش ثبت نام اتفاق بیفته؟ چه مزیتی داره؟ چه کمکی به داوطلبان میکنه؟ چه کمکی به سیستم نظارت و اجرا میکنه؟ یکی دیگه از حالا تغییرات قانون که عرض کردم این دوره ما باهاش مواجه هستیم و برای اولین بار هم هست، پیش بینی فرایندی است به نام پیش ثبت نام. پیش ثبت نام چه اثری داره؟ ببینید، ما با شرایطی که خود مواجه هستیم که کاملا شکلی و عینی هستن و افراد قبلا ثبت نام میکردن و این شرایط رو نداشتن. من مثال بزنم که حرفم روشن باشه. فرض کنید مدرک تحصیلی، بله، یک کسی بیاد ثبت نام بکنه و رقابت بکنه، در خلال رقابت یا حتی بعد از انتخاب مواردی بوده مشخص شده که مدرک تحصیلی او از نظر مرجع تخصصیش که وزارت علوم هست معتبر شناخته نشده. بله، مثال کاملا عینی و واقعی است این چیزی که عرض میکنم. یعنی رأی هم آورده؟ حتی رأی آورده، اما مثال هایی داریم. بله بله، این ما داشتیم قبلا. یه مثال سیاد روشن‌تر بکنه موضوع رو، معمولا دستگاه اجرایی دوره‌های ضمن خدمتی رو برگزار می‌کردن، معادل استخدامی هم شاید قرار می‌دادن، ولی وزارت علوم میگفت من بالاخره سرفصل‌های خودم رو دارم، سیلابس‌های خودم رو دارم و بله، من اینا رو اون مدرک تحصیلی قبول ندارم. خب فرد احساس کرده که این مدرک رو داره، آمده ثبت نام کرده، حالا یا در مرحله شورای نگهبان یا حتی بعد از انتخابات متوجه شدن و استعلام شد کردن، گفتن که خب وزارت علوم اعلام کرده من مدرک رو به رسمیت نمیشناسه. من خدمت هستم که این بنده خدا قبول نکرده و عوضش کردن که از کار زیاد فوفده. این دفعه آخر نیست، اول نیست، آخر نیست. کارشناس آمریکایی: ایران اصلا به منابع مالی آزادی دسترسی مستقیم ندارد. تهران میتواند سفارش غذا، دارو و شمار محدودی تجهیزات پزشکی رو نزد بانکی در دوحه ثبت کند. بانک مذکور نیز هزینه های کالا رو پرداخت و شرکت های قطری به ایران تحویل میدهند. کار به کجا رسیده؟ بکارستان نمده کار رو اینجا. خیلی خوب، بر اساس اطلاعات رسیده به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، ترس ها در آستانه سالگرد خیزش انقلابی تعدادی از بازداشتگان اعتراضات سال گذشته را به وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه احضار کرده و از آنها خواستند تعهد کتبی دهند که هفته پایانی شهریور از منزل خارج نشوند. هر چیز دیگه است. خیلی 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 بچه شما. بعد من یک چیز خواهم بود روشتی ریزش حکومت شد اتفاق افتاد. چی شد که اینجوری شد؟ چرا شد اونجوری نشد؟ اینجوری شد این صحبت خواهم کرد. یه سری خانم رفتن بشه آقای روحانی که خانمه که امر معرف می کنند آقا معرف که آقا ما چیز کردیم، تذکر کتک خوردیم، پامون زدن دادن لطه پار رو میکردن رو کلش این دیگه نمیخواست اساساش بحث بشه. خانم برم میخواد اعتراف یک دیپلمات سابق رژیم ملا به عجز و ناتوانی جمهوری اسلامی. محسن روی صفت، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در افغانستان، با انتقاد از پذیرفتن سفارت طالبان در تهران گفت قطعا اشتباه بود،
نه فقط در مسئله حقابه بلکه در مسئله فرهنگی و تمدنی و حتی بشر دوستانه این کار غلط بود. وجود 8 میلیون مهاجر افغان در ایران و بیرون کردن مهاجرین افغان بسیار زیادی توسط پاکستان و ترکیه نشان دهنده چیست؟ اینکه مردم افغانستان طالبان ناراضی هستند و آن را نمیخواهند. چرا ما باید سفارت یک گروه اقلیت در افغانستان را که هیچ حقوقی برای مردمش قائل نیست و آنها رعیت خود میپنداند بدون هیچ مذاکره پیش شرطی از ایران بپذیریم؟ بگو کسانی که در رأس امور هستند دید نظامی و امنیتی به همین مسئله دارند، نه دید تمدنی و فرهنگی. آنها در همان مسئله امنیتی و نظامی هم دچار برداشت‌های اشتباه و محاسبات غلط هستند. این به این معنا نیست که الان باید با طالبان برای گرفتن حق بجنگند، بلکه میبایست اهرم‌های قدرت لازم را در طالبان حفظ می‌کردند تا در چنین روزی توان چانه‌زنی داشته باشند. آقایان دید اشتباه و درک نادرستی از این روابط دارند، تلقیشان از این مسئله اشتباه است، با ریشه‌گیری رو گذاشتن خواهش تمنه کاری پیش نمی‌رود. این دیپلمات سابق گفت هیچ کس با دولت نیازمند معامله نمی‌کند. هیچ کس با دولتی که اظهار عجز و ناتوانی میکنه چون نمیزند و ما اگر حقا به ایرمن را بی‌نیاز شدیم و توانستیم از به خود تکایی در زمینه آب برسیم، آن وقت شاید یک روز افغانستان در عوض گرفتن امتیازاتی از شما آب ایرمن را بگذارد و ایران هم سرد شود. این هم یک دیپلمات نظری دیپلمات خواسته همه حرفا این است که دیگه رسیدیم اونجا که باید برسیم. خب در جایش سوالی ایروز کردم راجعه گفتم که مصطفی خمینی پوزه خمینی میزد، یک خاطری از بچه مصطفی براتون میخونم اینجا. مرحوم آقا مصطفی تا چه حد در جریان مبارزه و نهضت بر امام تأثیر گذار بود؟ مصاحبه داشتن با یه خانمش آقای حضرت امام از مشاوره ایشان استفاده میکرد. خب پدرم از اختیارات خاصی برخوردار بود، تا جایی که حتی اعدامی رو پیش از چاپشان نگاه میکرد. اعدام خمینی قبل از چاپ نگاه میکرد. آقای اشرافی در روز سخنرانی عاشورای 15 خرداد 1340 میگفت امام خمینی در مدرسه فیضیه بالای منبر بود، خیلی تون صحبت میکرد، مردم رنگشون پریده بود ولی خیلی ترسیده بودن. یک بار آقا مصطفی گفت بس کن دیگه، بس است دیگر. آیت الله خمینی هم گفت السلام علیکم و رحمت الله برکاته. یعنی تا این اندازه به هم نزدیک بودند، در این نزدیک نیست، خیلی دوره. در خاطرات رفسنجانی آمده درد همش. وقتی مالزی سفر کردم و در آنجا ادارات را تماما با سیستم الکترونیکی و بدون کاغذ بازی دیدم، به هم مهاتر محمد گفتم ما 20 سال دیگر شاید الکترونیکی بشویم و به الان شما برسیم. چقدر جالب. و در جواب گفت که حرف من گفت، مهاتر محمد خنده کرد و گفت من بعد از انقلاب شما ایران نیامدم که ببینم چه خبر است، ولی قبل از انقلاب ایران آمدم و به شما گفتم ما حداقل 50 سال از شما عقبیم. الان شما چطور شما میفرد 20 سال از ما عقبید؟ بله. خب خبری بازم بخونم و دیگه خدافزی کنم. ببخشید خدا حالم همراهی نمی کنه، ولی خب مجبورم این خبر رو بگم، به خصوص که از هم پاشیدی ثانیه حکومت. سند سری لو رفته جمهوری اسلامی در سوریه، سرنوشت 50 میلیارد دلاری که ایران در جنگ سوریه هزینه کرد. یک سند سری در درس کرده از نهاد ریاست جمهوری ایران نشان می‌دهد از 50 میلیارد دلار پولی که برآورد شده حکومت ایران در جنگ سوریه داخلی سوریه هزینه کرده است، تنها تکلیف بازپرداخت حدود 18 میلیارد دلار مشخص است. اون تکلیف روشن شده 18 میلیاردش مشخصه. آن هم نه به صورت نقد بلکه در قالب پروژه و طرحی که به نه توجیه فنی بسته داره آن مشخصه و نه ضمانت اجرایی دارد. اسناد محرمانی که از اردیبهشت امسال گروه قیام تا سرنگونی نزدیک سازمان فلان منتشر کرد نشان میداد بودجه ای که جمهوری اسلامی طی 10 سال در جنگ داخل سوریه هزینه کرده است از 50 میلیارد دلار فراتر می رود. اکنون این گروه سند دیگری را منتشر کرده که نشان میدهد طلب ایران از سوریه به سختی قابل بازگشت است. مشخصه. سند جدیدی که مهر سری برنامه دیده می شود گزارشی است با عنوان تنگ تکلیف سرمایه گذاری ایران در
سوریه واسطه بدهی ها که معاون هماهنگی نظارت اقتصادی وزیر برنامه معاون اول رئیس جمهور در بهمن 1400 تهیه کرد. بررسی آن نشان میدهد هیچ اطمینانی در مورد اجرای برخی از پروژه های تعریف شده وجود ندارد، قطعا ندارد. طبقی سند درس کرده که رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند صحت اطلاعات را تایید کند. مطالبات این از سوریه دو دسته تقسیم میشود. مطالبات نظامی غیر نظامی. در بخش مطالبات غیر نظامی اعلام شده که ایران در مدت 10 سال در جنگ داخلی در سوریه علاوه بر صادرات نفت به کشور خود اعتباری و سایر مبالغ پرداخت به کشور پرداخت کرده است. یعنی جمهوری اسلامی علاوه بر نفت پول نقد هم به دولت و شخصت پرداخت کرده است و نیروهایی که اونجا کشتن هم بگید پرسن اونجا کشتن هم میارن به ایران فراموش نکنید. خیلی خوب شد 15 دقیقه و صحبت خواهم کرد بعدن از این دعیاتون بخواهم بگیارتون خوش ولی خوب برای مردم ملت ایران خوش برای این جنایتکار ناخوش ساعت ساعت ناخوشتر میشن در حقشون هست. حقشونه. ایام کنم.